Hey guys, English Anasis here. همراه ما باشید با یک ویدیو دیگه از کتاب Collocations in Use از یونیت 53. این درس همونطور که از عنوانش میبینید Talking about cause and effect، یعنی در مورد باعث شدن هستش، تأثیر گذاشتن روی چیزی که باعث یه اتفاقی میشه. Part A, different cause verbs. یعنی فعل‌های مختلفی که به عنوان باعث شدن میتونیم به کار ببریم. چون در هر موقعیتی باید از یک نوع فعل استفاده بکنیم. برای همه‌شون نمیتونیم از فعل cause استفاده بکنیم. پس تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید و ممنون میشم که در انتها لایک کنید و کامنت بذارید. Part A, different cause verbs. تاپیک رو نگاه کنید. برای فعل اولمون که فعل cause هستش، تاپیک چیه؟ Negative events, situations and feelings. یعنی برای اتفاقات بد، شرایط و وضعیت‌های منفی از اینو فعل استفاده می‌کنیم، یعنی از فعل cause استفاده می‌کنیم. The storm caused chaos, havoc, a lot of damage. میگه طوفان باعث چی شد؟ باعث کیاس، یعنی هرج و مرج. پس طوفان باعث هرج و مرج، havoc یعنی بی‌نظمی، and a lot of damage یعنی اینکه آسیب‌های زیادی شد. پس وقتی می‌خوای بگیم یه چیزی باعث این اتفاقا شد، باعث هرج و مرج و بی‌نظمی شد، مثلا طوفان، از cause استفاده می‌کنیم. پس chaos به معنی هرج و مرج، havoc بی‌نظمی، a lot of damage یعنی آسیب‌های زیاد. Her remarks caused alarm, concern. اینجا remarks به معنی نظرات هستش. یعنی نظرات اون خانوم باعث چی شد؟ باعث نگرانی شد. concern به معنی نگرانی و alarm اینجا به معنی حراس هستش. باعث حراس و نگرانی شد. پس her remarks caused alarm یا her remarks caused concern. concern نگرانی، alarm حراس. پس یه چیزی که باعث نگرانی و دلهوره میشه، همونطور که میبینید همه اینا باعث شدنهای منفی هستش. Her son's behavior caused her great anxiety or a lot of embarrassment. Her son's behavior یعنی رفتار پسرش باعث چی شد در اون مادر؟ باعث استراب شدید. great anxiety به معنی استراب شدید هستش. باعث استراب شدید یا باعث خجالت زدگی اون شخص شد. خجالت زدگی زیاد اون شخص. a lot of embarrassment. embarrassment به معنی خجالت زدگی هستش. پس رفتار پسرش باعث استراب شدید مادرش شده بود یا رفتار پسرش باعث خجالت زدگی مادرش شد. قسمت بعدی bring about به معنی باعث شدن هستش که میتونه در واسه تغییرات مثبت یا منفی باشه. positive and negative changes. The discovery of x-rays brought about a revolution transformation in the medical science. میگه کشف پرتوهای x-ray, discovery of x-rays. کشف پرتوهای X-ray باعث چی شد؟ brought about باعث چی شد؟ a revolution یعنی یک revolution به معنی تحول هستش. a revolution or transformation به معنی دگرگونی هستش در علم پزشکی. in medical science. the events brought about the downfall or collapse of the government. The events یعنی اون رویدادها باعث چی شد؟ brought about the downfall یعنی باعث سقوط یا مثلا از بین رفتن. collapse به معنی فروپاشی و downfall به معنی سقوط هستش. of the government باعث فروپاشی یا سقوط دولت شد. قسمت بعدی همونطور که میبینید create هستش. create به معنی باعث شدن. حالا تو موقعیت ها و احساسات منفی یا مثبت میتونه باشه. positive and negative situations and feelings. Her book helped create awareness of inner city poverty.
میگه کتاب اون خانوم باعث آگاهی فقرا شد. Inner City به معنی حالا مناطق فقیرنشین هستش. Poverty به معنی فقر هستش. Of Inner City Poverty. Create Awareness به معنی باعث آگاهی شدن. پس باعث شدن. Create اینجا هستش. Awareness. آگاه. پس چیزی که باعث آگاهی میشه رو Create Awareness استفاده میکنیم. Your presence on the committee is creating problems for all of us. میگه حضورت توی کمیته داره برای ما مشکل درست میکنه. Creating problem معنی مشکل درست کردن. Creating problems for all of us. Your presence on the committee is creating problems for all of us. قسمت بعدی spark off. Spark off به معنی باعث شدن هستش. حالا تغییرات ناگهانی که اصولاً منفی هستند. پس spark off وقتی که اون تغییری که داره ایجاد میشه ناگهانیه و به طور عموماً میتونیم بگیم که منفی میتونه باشه. Sudden, often, negative event. The announcement sparked off riots. Riots. یا demonstrations in the cities. پس the announcement اون اطلاعیه باعث شورش یا تظاهرات شد. The announcement sparked off riots or demonstrations in the cities. باعث شورش یا تظاهرات در شهر شد. پس sparked off گذشته spark off هستش به معنی باعث شدن riots یا demonstrations in the cities. His wife's absence sparked off rumors in the media. غیبت خانومش باعث ایجاد شایعات شد در رسانه. Sparked off rumors. پس حالا احتمالاً یه جلسه یا یه مهمونی بود که میگه حالا شخص مهمی بود. غیبت خانومش باعث ایجاد شایعات شد در رسانه. In the media به معنی رسانه هستش. قسمت بعدی reactions from people. اینجا attract رو براش به کار میبریم. این وقتیه که یه چیزی باعث انتقاد مردم میشه. یعنی انتقاد مردم رو انگار به خودش جذب میکنه. بیشتر راجع به مردم. یعنی واکنش مردم هستش. برای همین از attract استفاده کرده. His book has attracted a lot of criticism یا interests. Attracted به معنی جذب کردن هستش. کتابش باعث انتقاد شدید مردم شد یا باعث علاقه مردم شد. حالا attracted a lot of criticism یا interest بستگی داره که کدوم رو بخوایم به کار ببریم. Criticism یا interest یا باعث انتقاد شدید مردم شد یا علاقه شدید مردم. The charity appeal attracted support from a wide range of people. میگه خیریه باعث حمایت شدید مردم زیادی شد. Attracted support حمایت زیادی رو به خودش گرفت. From a wide range of people یعنی توده زیادی از مردم رو میگن a wide range of people. آخرین فعل produce هستش. Produce رو آورده برامون که برای results و effects هستش به معنی نتیجه دادن. My comments produced the opposite effects to what I intended. میگه نظراتی که دادم باعث سوء برداشت شد راجع به قصدی که داشتم. Produced the opposite effects یعنی که باعث سوء برداشت شدن نسبت به قصدی که what I intended راجع به قصدی که داشتم. Her research has not yet produced any results, but we must wait. میگه تحقیقش هنوز نتیجه نداد اما باید صبر کنیم. Has not yet produced any results. هنوز نتیجه ای نداد. Causes and effects به معنی اثرات رو وقتی میخواییم بررسی بکنیم ببینیم اثر هر چیزی به چه صورت هستش. گاهی اثر مستقیمه، گاهی غیر مستقیمه، گاهی نهایی هستش، گاهی بنیادی هستش. توی دو تا جمله در مقابل همدیگه هر کدوم رو آورده. جمله اول The immediate cause of the problem was an oil leak.
میگه نشتی نفت مستقیما باعث این اتفاق شد. حالا ممکنه یا آتش سوزی شده باشه و نشتی نفت مستقیما یا دلیل نهایی و مستقیم این اتفاق میتونه باشه. The immediate cause به معنی دلیل نهایی چیزی بودن. The immediate cause of the problem was an oil leak. Oil leak به معنی نشتی نفت هستش. در مقابلش The underlying cause of the problem was a lack of funds over many years. دلیل بنیادی مشکل کمبود بودجه در طی سالهای زیادی بوده. پس underlying cause به معنی دلیل بنیادی یک اتفاق هستش. یعنی دلیلی که طی سالها نشون نداده شده و دلیل اصلی بوده. The government hopes to reduce or minimize the impact of the new taxes. دولت امیدواره که تاثیرات این تاثیرات مالیات‌های جدید رو کم کنه. Reduce or minimize the impact به معنی کم کردن یا کاهش دادن نتایج یه چیزی هستش. در مقابل the support she got from the prime minister strengthened or increase the impact of her report. میگه حمایتی که از طرف نخست وزیر دریافت کرد اثر گزارشی که داده بود رو زیاد کرد. Strengthened or increase the impact به معنی افزایش دادن اثرات هستش. قسمت بعدی The new measures had an unexpected or unforeseen outcome. میگه که اینجا unforeseen به معنی غیر منتظره هستش. unforeseen میگه اقدام هم اینجا measures همونطور که میبینید به معنی اقدام هستش. اقدامات جدید نتایج غیر منتظره ای داشت. اقدامات جدید the new measures had an unexpected or unforeseen outcome نتایج غیر منتظره ای داشت. در مقابل the new tax led to the predictable or inevitable outcome that many people became poorer. Inevitable به معنی اجتناب ناپذیر و predictable به معنی قابل پیشبینی هستش. میگه یک مالیات جدید وضع شده که در نتیجه اون خیلی از مردم فقیرتر شدن. پس The new tax led to the predictable or inevitable outcome that many people became poorer. فقیرتر شدن. قسمت بعدی The positive or beneficial effects of the changes were soon apparent. Positive or beneficial effects یعنی اثرات مثبت و سودمند. اثرات مثبت و سودمند به زودی معلوم میشه. apparent were soon apparent به زودی معلوم. پس positive و beneficial. positive یعنی مثبت، beneficial یعنی سودمند. در مقابل the negative or adverse effects of the changes were not noticed immediately. تأثیرات منفی و نامساعد تغییرات رو کسی متوجه نشد. پس در مقابل سودمند نامساعد رو داریم. negative or adverse effects of the changes were not noticed immediately. قسمت بعدی The crisis was the direct or inevitable result of bad economic planning. Direct or inevitable result. میگه اون بحران نتیجه مستقیم برنامه ریزی بد اقتصادی بود. نتیجه‌ای که اجتناب ناپذیر هستش. Economic planning به معنی برنامه ریزی اقتصادی. Bad economic planning به معنی برنامه ریزی بد اقتصادی هستش. در مقابل One indirect and unforeseen یا indirect میتونیم بگیم غیر مستقیم یا unforeseen. Unforeseen به معنی غیر منتظره هستش. Of the result of the new laws has been a rise in unemployment. میگه نتیجه غیر مستقیم قوانین جدید یک افزایش در بیکاری بود. پس indirect و unforeseen result. Indirect و unforeseen result. Common expressions for everyday events. به معنی رخدادهای روزانه هستش. Everyday events. Common expressions یعنی عبارتهایی که حالا رایج هستن برای رخدادهای روزانه. The book caused an uproar
in the United States made a lot of people complain angrily. میگه اون کتاب باعث آشوب در ایالات متحده شد. Caused an uproar. Uproar به معنی آشوب ایجاد شدن. باعث آشوب در ایالات متحده شد. همونطور که میبینید قسمت بعدیش نمیشه made a lot of people complain angrily به معنی complain یعنی شکایت داشتن با عصبانیت رو میگه. If you make her angry, you'll have to suffer the consequences. Suffer the consequences. میگه اگر عصبانیش کنی باید عواقبش رو بچشی. Suffer the consequences. Suffer the consequences. The accident had a huge effect on her life. میگه اون تصادف تأثیر بزرگی روی زندگیش داشت. Had a huge effect. Had a huge effect. Latino singers have had a major impact on pop music this year. خواننده های لاتین امسال روی موسیقی پاپ تأثیر بزرگی داشتن. Major impact معنی تأثیر بزرگ هستش. Remember that it makes or creates a bad impression if you're late. یادت باشه که اگر دیر کنی تأثیر بدی میذاره یا جلوه خوبی نداره. Make or create a bad impression if you're late. The drug companies have a lot of influence on doctors. میگه شرکت‌های دارویی یا شرکت‌های دارو تأثیر زیادی بر پزشکان دارن. Have a lot of influence. تأثیر زیادی داشتن. Their love affair caused a sensation. میگه رابطه پنهانی عاشقانه اونا. Affair به معنی رابطه پنهانی بین خانم آقا است. Love affair رابطه پنهانی عاشقانه. رابطه عاشقانه اونا باعث هیاهو شد. Caused a sensation. باعث هیاهو شد. To affect means to have an influence on someone or something or to cause them to change. میگه افکت به معنی فعل بودنش، به معنی تأثیر گذاشتن هستش که با ای شروع میشه، به معنی تأثیر گذاشتن روی چیزی یا کسی هستش که باعث تغییری میشه. Her death affected everyone deeply. یعنی مرگ اون تأثیر عمیقی روی همگی گذاشت. To effect اینجا به معنی دیگه اثر نیستش که با ای شروع میشه، فعل هستش که به معنی به دست آوردن هستش، به دست آوردن چیزی یا اتفاقی رو ایجاد کردن. We're trying to effect a change in the way people think about their diet. میگه ما تلاش میکنیم که تغییر ایجاد کنیم یا ایجاد تغییر کنیم در روشی که مردم در مورد رژیم غذایی تغذیهشون فکر میکنن. The noun effect refers to the result. میگه effect به عنوان اسم باعث نتایج چیزی میشه، یعنی داره اثری رو میگه که روی چیزی میذاره. میگه his stressful life has had an effect on his health. میگه زندگی پرتنش رو روی سلامتیش تأثیر گذاشت. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. ممنون میشم که با لایک و کامنت حمایتمون کنید و اگر چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش روی حالت آل قرار بدید تا به محض آپلود شدن ویدیو شما اولین نفری باشید که ویدیوهای ما رو تماشا میکنید.